بینندگان عزیز با سلام به شما، برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز جمعه 15 ماه جون سال 2018 میلادی و برابر است با 25 خرداد ماه 1397. هوا در واشنگتن بسیار مطبوع و دلچسب، ولی از فردا گرم میشه برای روز پدر که یک شنبه هست. پس فردا گفت میشه 90 و چند درجه با شرجی، ولی همین که فامیل دوره هم باشن، آدم بچه ها رو ببینه، بچه ها پدر رو ببینن و اینها، گرما و سرما تأثیر خودش رو از دست میده. خبر خوب این که امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم و بعد از چند هفته امروز خوشحالم که ایشون فرصت پیدا کرده که با من و شما باشن. و اگر سوالی، پرسشی، نظری دارید درباره برنامه‌های ایشون، گفته ایشون، کتاب ایشون هست خدا سالاری و درماندگی. ببخشید من همین الان رسیدم و یه مقدار اینجا ریخت و پاشه. خدا سالاری و درماندگی و مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری، امیر حسین لادن. خیلی ساده نوشتن. خوشحالم که پتیک همینجوری که میخونه ما رو در جریان صفحات این کتاب قرار میده و اینجوری خوبه که با زبان، میگن که سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، نوشته ای هم که خیلی خودمونی باشه و ساده باشه مردم بهتر قبولش میکنن تا اینکه مثل نوشته های این روزا طرف مینویسه بعد فارسی رو باید تازه یه نفر دیگه بیاد برای من و شما ترجمه کنه. خب آقای احمد علی مسعود انصاری هم اینجا هستن، نوشتن برادرم سلام، خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. راستی عید فطر به اونایی که روزه گرفتن مبارک، به اونایی که روزه نگرفتن دو تا تبریک، چون هم روزه نگرفتن هم حالا عید فطر شده و بخور بخور در ایران مثل که روز فلسطین یا روز یه چیز دیگه هم بهش میگن هست. و آقای خامنه‌ای هم صحبت کرده و خامنه‌ای گفته که این ترامپ و دوربریاش این همه پول خرج کردن و هر روز دارن محبوبیتشونه از دست میدن. چندین خبر خوب اینجا هست. اولین خبر خوب این که کم کم داره مردم رو دارن آماده میکنن برای که جایزه نوبل رو بدن به آقای ترامپ شالاتان، ترامپی که رفته قراردادی رو که نه سر داره نه ته داره برداشته اومده. یه نفر دیروز توضیح میداد توی NPR، میگو این قرارداد 1/20 قرارداد ایران هم نیست و اینا حالا اینجوری دارن ساز و دهل میزنن، نتایجش رو بعدن ببینید. ولی خبر بهتر این که دادستان نیویورک سازمانی رو که یا یه امور به اصطلاح یک ارگانیزیشن همون میشه سازمان غیر انتفاعی، این ترامپ و خانوادهش درست کردن. من نمیدونم وقتی اینا هرس پول میخوره بهشون چجوری میشه، این همه پول دارن، خودش و بچه هاش هم از خودش شالاتانتر، بیناموستر. چون مثلا یک کاری که یه نفر اشتباه میکنه، خود ما بچه ها اینجا 100 بار به اون گفتن بابا ماما مثلا این کار درست نیست، اینا هیچی، همش دنبال پول. خلاصه دادستان اومده گفته شما آمدین شرکت سازمان غیر انتفاعی درست کردین، از مردم پول گرفتین، این پولا رو خرج اتینای خودتون و خانوادتون کردی، 2 میلیون خورده باید جریمه بدین. حالا تازه تو دادگاه هم جرمه، یکی جرم مالیه، یکی جرم لابد جنها و جنایت و اینها، که ببینیم بعد چی میشه. ترامپ هم با پررویی کامل اومده به مردم میگه نگاه کنید اینا دارن پول شما رو تلف میکنن، 18 میلیون میخوان خرج کنن که من و خانوادم مثلا 2 میلیون خورده جریمه بشه. من نمیدونم والا، ولی خب باید صبر کردید. بهترین خبری که امروز شنیدم همین الان که داشتم میمدم این آقای مدیفور بود که یکی از دستندرکارا انتخابات آقای ترامپ بود، گرفتنش به 100 تا جرم مختلف، 5 تا پاسپورت داره. تازه میگن اینا جرم نیست، حالا ببینید چه جرمایی کرده که 5 تا پاسپورت داشتن توش کوچیکه و جرم نیست. و یه بدبختی یه سیگار ماریجوانا میکشه میندازن زندان، براش هم یک نمیدونم باند یا یک وثیقه معین میکنن که خودش و خانوادهش نمیتونن تعیین کنن. ولی این مردی که پولدار و چون
چیز بوده، یه وثیقه گذاشتن اومده بیرون، وقتی اومده بیرون هی از اونجا انگولک کرده، مثلا زنگ زده به اینایی که قراره بیان شهادت بدن، گفته تو که میدونی اون روز عصر که ما رفتیم اونجا اینجوری شد. اینجا یه چی هم بهش میگن witness tampering، یعنی با شهود این ماجرا به اصطلاح میاد میخواد یه داستانای درست کنه و اینها. آقا رو گفتن بیا دادگاه، نمیشه هم آزادت گذاشتیم هم داری انگولک میکنی. آوردنش دادگاه، خانم قاضیه گفت که خیلی هم من متاسفم، ولی فعلا شما باید بری زندان تا نتونی با این و اون تماس بگیریم. حالا ببینیم دیگه از تو زندان که چه کثافتکاری و چه گندبازی در میاره، چون ترامپ گفته بود که من بهترین ها رو دور خودم جمع میکنم. بهترین هاش یکی یکی ببینید کیا بودن، یه مش دیوونه و روانی و هرس پول رو جمع کرده. بعد حالا هم که این آخر کاری آمد گفت که این آقای تیم خیلی آدم خوبیه، ملتش رو دوست داره، ملتش هم اینو دوست دارن. ببینید چجوری درش دست میزنن، جلوش رژه میرن اینا. اون گفت بله، مردم اینو تا پای جونشون دوست دارن، چون میدونن اگه دست نزنن ممکنه حکم اعدام بدن. و حالا میگه این خوبه. برای شب یه فیلمی نشون میداد، اگه کسی میتونه این لینکیو که جیمی کیمل درباره افرادی که ترامپ گفته اینا آدمای خوبی هستند، من دوستشون دارم، یکی یکی وزیر امور خارجه، وزیر جنگ، وزیر دفاع، نمیدونم مدیر FBI، همه اینا رو هی اون موقع گفته خوبه، هی بعد انداخته بیرون، همه اینا رو نشون میداد. باورتون نمیشه هنوز 2 سال نشده این حدود 20-30 نفر رو اصلا ریخته به هم و هنوز ماجرای دادگاه، هنوز کابینش تکمیل نشده. ولی خب یه درسن دل خوش کردن به این و فکر میکنن که این به اصطلاح امام زمانشونه. طرف ریپابلیکه، جمهوری خواه، آمده میگه آقا این حزب جمهوری خواه آمریکا رو تبدیل کرده به یک کالت. کالت یعنی فرقه. بعد آقای ترشیزی میگه نگفته فرقه، گفته کالتیش، یعنی داره فرقه‌ای میشه. گفتم خب اولش با قرم قرم شروع میشه، بعد به مردم میگن قرم ساق. اینم اولش حالا میگن کالتیش، بعد میگن آقا کالت. کالت دیگه مگه تفاوتی داره با این؟ البته آقای ترشیزی خیلی خوشحاله که دوستدارای مجاهدین در کاخ سفید هستن. یه نفر هست، اینم شما واقعا فکر میکنی که آخوندار رو ول میکنه بیاد با شما؟ ببینیم، باید صبر کرد و دید و چه خواهد شد. آقای انصاری روز چهارشنبه یه برنامه خواهد داشت. همینجوری که میدونید چند تا نشست مختلف اینور اونور دنیا انجام شده، اینایی که میخوان تجزیه کنن، اینایی که خودمختاری میخوان، اینایی که جمهوری میخوان، اینایی که پادشاهی میخوان، و مهمترین اینا اون برنامه بوده که شهریار آهی و نوریزاده هم با آب و تاب ازش صحبت میکرد. روز چهارشنبه به احتمال قوی ساعت 2 بعد از ظهر با آقای احمدعلی مسعود انصاری خواهیم بود. من بعد از برنامه یکی دوتا لینکی که روی فیسبوک ایشون هست رو به اصطلاح میذارم، شیر میکنم با فیسبوک خودم، یا شما میتونید مستقیما به فیسبوک خودشون برید که این مقاله ها رو بخونید، آماده باشید. اگرم سوالی یا نظری دارید یا با خودشون روی فیسبوک بنویسید یا برای من بنویسید، براش ازشون میپرسم، ایشون هم بدونه جواب میده، ندونه میگه نمیدونم. بعضی وقتا ممکنه یه چیزایی رو بدونه و بگه من نمیخوام دربارش صحبت کنم. یه دوستی که رفیق یار قار ما هست، داریوش، سوال کرده بود که در آخرای سلطنت شاه شایع شده بود که دختر 17 ساله فرانسوی با ایشون زندگی میکنه. از انصاری سوال کنید. ما وقتی از آقای انصاری سوال کردیم، ایشون گفت من بهشون جواب دادم. امروز که تلفنی باهاش صحبت کردم گفتم آقا جواب اون ماجرا چیه؟ گفت من نمیدونم، ندیدم. حالا میخوام روز چهارشنبه ازشون سوال کنم نمیدونی یا دیدی نمیخوای چیزی بگی؟ این دوتا مسئله مختلفه. شما ها میدونید، میتونید هر وقت یکی یه سوالی میکنه، اگر یا به ضرر خودتونه یا به ضرر اون چیزایی که باور دارید، بگید من نمیخوام الان به این سوال جواب بدم یا الان نمیخوام درباره این موضوع صحبت کنم. ساعت 2:43 است. 17 دقیقه دیگه شما رو میبرم
به دیدار با آقای امیر حسین لادن. یک کتاب هم نوشت این خانم فرانسوی. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، صحبت از فرانسه شد، خانم دکتر بهیه جیلانی از فرانسه، از پاریس زیبا شهر عشاق، میگن که یک کتاب هم نوشت. اگر اسم این رو کسی میدونه یا اگر کتابش رو میدونید بذارید اینجا تا ما برای دیگران هم به اصطلاح پخش کنیم و نشون بدیم. و اما بذارید من بیام اینجا این صفحه خودمون ببینیم کجا به کجاست. میگه که don't forget good news in Iran did win Russia soccer cup in Iran and مراکش زیرو، به به مسابقات جام جهانی را افتاده و این میدونم که اولیش روسیه بود با عربستان سعودی یا یمن بود، مثل که 5-0. من خیلی دنبال نمی کنم، همینجوری ردگذری میشنم. بعد این سعید که بچه خرمشهر، ولک مگه میشه بچه خرمشهر باشی عاشق فوتبال نباشی، میگه که فراموش نکن که ایران و مراکش بازی کردن و ایران 1-0. ما یه دوست مراکشی داریم اتفاقا قرار فردا ببینمش، حالا امیدوارم از ما ناراحت نشه، گرچه اونم اینجا انقدر کار میکنه اصلا دیگه یادش رفته فوتبال چیه و اینها. خب بریم سراغ ایمیل ها، بریم سراغ اون پرونده روزمون، ببینیم که اونجا چی گذاشتیم و برای شما چی نشون خواهیم داد تا ساعت 3 که بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. و این هم بله اینجا، این ما که دیگه از دست این پسوردها عاجز شدیم، وقتی هم یادمون میره بعد میگیم بذار، میگی نه اینو قبلا داشتی، میگیم خب بابا ولمون کنید، اگه داشتیم دیگه بذارید همینو قبول کنیم، ول نمیکنه. بله، تکذیب جبهه ملی ایران در شرکت در همایش واشنگتن. آقای انصاری اینم براتون میفرستم، یکی از همین ماجراهایی که خب میدونید اسم من و دیگران این ریستارت عقب افتاده یا یک کسی از اون عقب افتاده تر برداشته نوشته و بعد شما حالا هرچی هم تکذیب کنیم و اسم دیگه پخش شده. این ماجرای این که وقتی یه جایی نشستی هست، گردهمایی هست، سمیناری هست، اسامی سازمان‌ها و افراد مختلفی رو می‌نویسن، اولا خیلی از این سازمان‌ها با خبر نمیشن، دوما اگه با خبرم بشن تا بخوان تکذیبش کنن، اونی که شرکت اینها رو گرفته یا خبرش رو شنیده دیگه حالا تکذیب خبر شرکت اینها رو دریافت نمی‌کنه و روزگار غریبی است. خانم دکتر جیلانی میگن من کتاب را خواندم ولی 30 سال پیش، اما محتوای کتاب در خاطرم هست. البته شاه به این خانم یک رابطه پلاتونیک داشت. پلاتونیک مثل که یعنی فقط بحث و گفتگو ها، و به او کاخ آبی را داده بودن. آقای انصاری چجوری کاخ آبی رو دادن به این و شما خبر نداری؟ ماه رمضان شاید بوده نخواستی غیبت کنی، الان ماه رمضان تموم شده غیبت هم نیست، یکیش مرده اون یکی دیگه هم خدا میدونه کجاست، بیا حقیقت رو بگو. Hello dear pastor, voice sound different. خیلی ممنون. Voice sound different، صدام لابد چیزه یا شما از یه دستگاه دیگه میگیری، ما اینجا چیزی رو عوض نکردیم، ولی برای اینکه مطمئن بشم بذار نگاه کنم. نه اینجا میکروفون شماره 7 برای مردم تیویه و اینجا هم میکروفون شماره 2 برای فیسبوکه. شما از چه برنامه این نگاه میکنی؟ اگر قبلا از فیسبوک نگاه میکردی حالا از مردم تیوی و اینها نگاه میکنی ممکنه صدا تغییر کنه. میدونید من امروز اتفاقا با گوشی تلفن همراهم نبود و با خود تلفن گوش میدادم، دیدم که چقدر صدای خود تلفن، حالا که عادت کردم به گوشی، این صدای خود تلفن هم ضعیفه هم بده. در هر صورت همش عادته، اگرم چیزی تغییر کرده باشه من خبر ندارم. بله میگن صدا بسیار بم هست، گویی سرما خوردید. سرما نگو خانم جیلانی. آلرژی؟ من هیچ وقت آلرژی نداشتم، امسال این آلرژی چشمم و گلو و از وقتا شب انگار یکی دست گذاشته، فکر میکنم یکی از این شاه‌اللهی‌ها اومده میخواد منو خفه کنه. میگم آقا چرا منو میخوای خفه کنی؟
خب برو خودتون رو درست کن، در اصل آلرژیه. و اتفاقا اون روز آمدم قرصش هم نشون دادم و گفتم که اگه این قرصا کار میکنه چرا 180 تاشو میذارن توی یک چی به ما میفروشن؟ خب اگه کار میکنه یه هفته که خوردی باید خوب باشی، و اگر 3 ماه 4 ماه تابستون بهار و تابستون فقط آلرژی میاد، چرا اینا برای 6 ماه 180 تا قرص میدن؟ چون میگن روزی یکیشو بخوری. بله میگن بالاخره یک روزی شروع میشه. آهان برادر من، من در اندرونی شاه بودم و اندرونی این گونه مسائل پنهان میشد. آهان آقای انصاری میگه که من اون قسمت بیرون و خوشگذرانی ها و اینا که با علم و با اون کسای دیگه بوده، آقای انصاری توی این دایره خانوادگی بوده. شاه ماشاءالله دایره زیاد داشته، یه دایره خانوادگی بوده، یه دایره خانواده و دوستان، یه دایره دوستان، یه دایره دوستان و فاسقان، یه دایره که زیاد شد مشکل زیاد میشه. بله یه شعر خیلی قشنگیه که در دایره گیتی، این فکر کنم ماجرای شراب و انگوره، که میگه که یکی خانه نشین باشد، یکی هم الان یادم نیست. اوکی بذارید یکم آب بنوشم. شاید صدا بهتر بشه. بذارید ببینم. آهان شاید این الان چی؟ اینو از روی یکی از میکروفونا برداشتم. این برای موقعی بوده که بیرون میخواستم صحبت کنم. آقای علی جوانمردی، تلفن تو ور میبری میبری دم مجلس، از کاخ سفید گزارش غلط میدی، یه دونه از اینا 1 دلاره بخر بزن اونجا، یا اگه نداری یه دونه از این دستمالایی که عینک پاک میکنی بذار رو اون میکروفونه، این میشه فیلتر. فیلتر یعنی چی؟ یعنی این صدای شما رو که نزدیکه میگیره، صدای ماشین و دود و درخت و باد و اینا رو نمیگیره. ممکنه مجبور باشی یکم بلندتر صحبت کنی، ولی صدات بابا چی بود گزارشه؟ برای خودشم فرستادم، حالا امیدواریم اینم از اونایی نباشه که بعدش میاد. بله میگه که مسئولیت این گونه کارها معمولا با آقای امیر متقی، درست میگم متقی، معاون آقای علم بود. بله خیلی هم متقی بوده، تقش در رفته. بله خب دیگه بالاخره وقتی که یه مملکتی وزارت دربار داره، اون دربار هم باید مسئول، ببخشید اینجوری صاف و ساده صحبت میکنم، مسئول عیاب ذهاب داشته باشه، مسئول قمار ممار داشته باشه، مسئول زنبازی داشته باشه و الی آخر. آقای انصاری یه روزی راجع به این آقای زاهدی برای ما بگو. زاهدی الان 90 سالشه و گفته من در 90 سالگی احتیاج ندارم که به کسی دروغ بگم و احتیاج ندارم که تملق کسی رو بگم، و الان چنین یا چنان از این آمریکا و اینا انتقاد میکنه که بعضیا میگن آقا نکنه پول از جمهوری اسلامی گرفتی. نظر شما در رابطه با اردشیر زاهدی چیه؟ خیلیا باور دارن با وجودی که این داماد شاه بود، ولی در رفتن و به اصطلاح بازیای یکم کثیف و خیلی کثیف همراه و هم چی میگن هم پیاله شاه بوده. اینم این منشور شهروندی جبهه ملی بر پایه منشور جبهه ملی ایران. شما تا اینو فعلا نگاه کنید، این منشور حقوق شهروندی جبهه ملی ایران، نوشته منشور شهروندی جبهه ملی ایران بر پایه منشور جبهه ملی ایران، بکنم حقوقش یادش رفته. اینا وقتی یه چیزی مینویسن، اون وقتا میگفتن چرک نویس، اینجا پیش نویس، درافت، اینو که مینویسی بعدن باید بدی به یکی بخونه، اگه گفت خوبه بعد اینو پاک نویس کنی، نه اینکه خودت چرک نویس بنویسی خودت پاک نویس کنی. این جبهه ملی فکر کنم دیگه 1-2 نفر بیشتر نموندن. این اون روز اتفاقا گفتم یه ویدیوی مال آقای مصداقی رو
درست کردیم که اون قسمتش که راجع به جبهه ملی صحبت میکنه که اصلا فریاد میزنه جبهه ملی تو مردی کجا هستی؟ هی اسم خودتو گذاشتی جبهه. جبهه یعنی به اصطلاح برآورد چند تا سازمان مردم. کی هستین؟ چی هستین؟ اینا شدن مثل شورای ملی مقاومت، یا اون یکی دیگه شورای، یکی شورای ملی مقاومت، یکی شورای مقاومت ملی، دوتاشون هم دو نفرن، یکیش رجویه که مرده پیداش نیست، یکیش هم رضا پهلویه که یه روز میشه سخنگو یه روز میشه رئیس. حالا هم تازه اومده گفته که من که نمیتونم ناجی شما باشم یا منجی شما باشم. کدومش درسته، منجی یا ناجی؟ شماها اگه رفتید کاری انجام دادید، بعدن اگه خواستید من میام میشم رئیس جمهور، من میام میشم پادشاه. امروز به این نفر گفتم، ایشون هم مثل آقای حخاه، حخا گفت که من که نمیتونم کاری انجام بدم. این پاسدارا وقتی رفتن ریششون زدن و نمیدونم جشن گرفتین و چیز، بعد من میام ایران. خب میخوام بیان ایران، تو بری چه کاره بشی؟ مثل سوربی که اومد اینجا مردشو شد، تو میخوای بری مردشو بشی؟ بعد ایران بد بازی کرد موراکو به خودش، موراکو به خودش گل زد. خب حالا اگه به خودش هم گل زد، دیگه شما حاصلشه در نظر بگی فرخ جان، که فعلا ایران برنده شده. و اگر کسی خواست میتونه این ماجرای فوتبال و تفسیرشو 5 دقیقه 10 دقیقه درست کنه بفرسته، من نشون میدم. دیروز من یه مصاحبه داشتم با خانم جانان ایران بومی، این همون دختریه که یک ویدیویی رو درست کرده بود، یک برنامه‌ای رو درست کرده بود، یه سخنرانی کرده بود در کانون دوستداران فرهنگ ایران، و من الان حدود 2 سال 3 سال ایشون رو میشناسم. بالاخره از دانشگاه فارغ التحصیل شده و الان یک سازمانی هم به اصطلاح، شماها گفتین صدای من بده، از غیب چایی برای من آمد که بلکه بخورم صدام خوب بشه. ببینیم این ماه رمضان و عید فطر و اینها. خب نه صدا میدونم، خودم هم اصلا امروز حالم یه کمی خوب نبود. خب سلام به سوربی جان، به شکر خداوند همین دوشنبه بعد از سالها با آقای زاهدی صحبت کردم. ایشان عقاید خود را دارد و عقاید خود را ابراز می کند. اون نیز با من با شاه بحث می کرد که گرفتن کمیسیون برای شاه مملکت درست نیست. خب بالاخره یه نفر همصدای آقای انصاری بوده در کاخ که شاه به حرف اونم گوش نداده. بله آقای انصاری هم به شاه گفته شما شاه مملکتی نباید کمیسیون بگیری. گفته این کار در سوئیس هم انجام میشه. حالا آقای انصاری دوستان اینجا نوشته به شکر خداوند همین دوشنبه بعد از سالها، منظورتون دوشنبه قبل، چون همین دوشنبه میشه دوشنبه آینده، بله دوشنبه ای که گذشت، بعد از سالها با آقای زوادی صحبت کردن. به ایشون بگید که اگر حوصله انتقاد و صندلی داغ رو دارن، من مایلم قبل از اینکه بلیت اون دنیا رو به اصطلاح بدن دستشون باشون مصاحبه‌ای داشته باشم. ولی من نه مثل اون آقای کیه مال بی بی سی حوصله میکروفون رو بدم دست ایشون، هیچون هرچی دلش میخواد بگه ندارم. من میخوام یقش رو بگیرم بگم شما که اینجا چی بودی، هنرپیشه از اینجا بردن ایران یعنی چی، الیزابت تایلر رو بردن ایران یعنی چی، یه خونه خریدن خونه فقط برای جندبازی و دختربازی یعنی چی، شما اینجا قشنگترین به اصطلاح سفارت رو برات ساخته بودن، تو همون باید زندگی میکردی، این ماجراها چی بود و چرا هم خودتون رو به این روز انداختی؟ البته اون که براش بد نشده، پسر یک کسی که باباش کودتا کرده بعد به این مقام رسید و اینها، و یکی از اونایی بود لابد چون داماد شاه بوده. بعضی ها فکر کنن این شوهر خواهر شاه بوده، نه این شوهر دختر شاه بوده. شاه همون جوری که خودش یک خانم جوانی رو گرفت که اون موقع نصف سنش رو داشت، شاه 40 سالش بود، فرح 20 سالش بود، شاه دختر جوان خودش رو هم داد به زاهدی که زاهدی هم سن شاه هست، یکم ممکنه جوانتر باشه. بله آقای اکبری میگه ممنون. ممنون از چی؟ بله منظور من آقای اسدالله علم است. این علم اینجوری درسته یا علم درسته؟ فکر کنم علم درسته. بله اسدالله علم که میدونید خاطرات خودش رو نوشت، بعضی ها میگن این خاطرات
یه مقداری دستکاری شده بوده، چون بعد از فوتش چاپ شده، ولی فکر کنم هم خانمش هم دخترش اینجا بودن و گفتن نه خیر، این عین نوشته های پدرشون و همسرشون هست و با وجودی که این کتاب بعد از انقلاب چاپ شده، چون خود طرف وصیت کرده بوده که وقتی من مردم اینا رو چاپ کنه. خب بذارید ببینیم آقای لادن میخوان با ما تماس بگیرن. ساعت 2:58 کار بسیار خوبی هست و من حالا باشون تماس میگیرم. سوالایی که شده بود من 3 هفته 4 هفته نگه داشتم، حالا من برای ایشون یک کپیشم فرستادم. میگن شوهر شهناز که اصلا دوستش نداشت، شهناز اونو دوست نداشت یا زاهدی اونو دوست نداشت. حالا زاهدی اگه اونو دوست نداشت اولا این برون میپرید با شاه، بالاخره اونایی رو که دوست داشت پیدا میکرد، خرسواری میکرد، ولی اون بیچاره خانمه اگه زاهدی رو دوست نداشت اون چه کار میکرد؟ خب یعنی شهناز اردشیر را دوست نداشت. خب معلومه، خیلی ممنون. کسی که میاد با کسی همسن پدرش ازدواج میکنه، یا زوره یا به اصطلاح حرص قدرت و ثروت و اینها. این کسی که دختر شاه بوده حرص و اینا نداشته، به زور فامیل و اینها شده بوده زن او. بذاریم ببینیم آقای لادن حالشون چطوره و امروز با ایشون. بله این میکروفونم روشن کنم برای آقای لادن. بله بسیار عالی. خب تصویر ایشون رو داریم، فقط اجازه بدید من تصویر ایشون رو بدم به سیستم خودمون که اینجا بسیار عالی و خوب. بله اول به ایشون خوش آمد میگم که بعد از چند هفته تونستن با ما باشن. تشکر میکنم ازشون، سلام میکنم خدمتشون و میکروفون رو در اختیارشون میذارم تا اگر خودشون مایل هستن با شما دوستان سلام احوال پرسی کنن و بگن که این گرفتاری های زندگی چیه که ایشون رو انقدر مشغول کرده که نمیذارن سری به سوربی و تلویزیون مردم و مردم بزنن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید و خوشحالم که بعد از چند هفته با شما هستیم. بفرمایید آقای لال. درود بر شما و بر بینندگانتون. متاسفانه در حدود 3 هفته و نیم پیش بعد از اینکه از در این سن 74 سالگی من صبح میرم ورزش، وقتی برگشتم و یه دوش گرفتم پایین شکم به شدت درد گرفت و بعد این حرکت کرد رفت به پشت و خلاصه داستان کوتاه بکنم، در حدود 3 هفته دکتر و آزمایش و اینا آخرم نفهمیدن چیه، برای خودش رفت و یکی از عوارضش سردرد بود که به شدت منو میگرفت، ولی الان دیگه 2-3 روزه که رفته و بدون اینکه دکترها بفهمن چی بود. خب خیلی خوشحالم که سالم هستید و با ما هستید. آقا دکتر نرین، بیمارستان نرین، یه مهمونی ایرانی شما برو بگو من این اشکالو دارم، همونجا به شما دوا هم از جیبشون در میارن میدن. در صد خیلی خوشحالم که با ما هستید و اگر یادم باشه آخرین برنامه قرار بود که درباره دکتر مصدق صحبت کنید و این ماجرای نفت، چون تازگی ها دیدم که این برانور نوشته هایی پخش میشه که بابا جون دکتر مصدق که نفت رو ملی نکرد، اون شاه بود که نفت رو ملی کرد. یه جوکی هست درباره آدم بودن و آدم نبودن، هر کی هر چی میگه میگه اونم اولش این بود بعدن آدم شد. حالا این ماجرای شاه و دوستانی که طرفدار شاه هستن، البته من الان میفهمم که این بنده خداها چه گرفتاری دارن، چون ما معزل ترامپ الان اینجا نصیبمون شده و در سن سالی هستم که میتونم یک کمی این رو تحلیل و تجزیه کنم. حالا میفهمم که چگونه اینا میتونن تو مغز مردم نفوذ کنن، که چگونه آدم بی سوادی یا آدم کم دانشی میتونه اینجوری مغز آدمایی که دکترن دانشمندن اینا رو هم به اصطلاح تسخیر کنه. لطف کنید یه مقداری درباره
ماجرای دکتر محمد مصدق، ماجرای نفت، ملی شدن نفت، ماجرای انگلیس، آمریکا، تا اونجایی که میدونید و دوست دارید صحبت کنید. منم مثل بینندگان سراپا گوش، ببینیم که چی شد. ضمناً آقای پتیک از شما خیلی تشکر میکنه به خاطر این کتاب. دوستان دیگه که کتاب رو براشون فرستادم، اونها هم نوشتن خیلی ساده و روان هست و امیدوارم دوستانم اگر کسی هست، ایشون لطف کردن تعدادی رو برای ما فرستادن، اگر کسی مایل هست این کتاب ها رو داشته باشه، خدا سالاری و درماندگی، با من تماس بگیرن، ما این کتاب ها رو در اختیارتون قرار میدیم. بفرمایید آقای لادن، با شما هستیم. سپاسگزارم و سپاسگزارم از آقای پدید که اون کامنت رو دادن. در مورد مصدق، نام مصدق با ملی شدن صنعت نفت و با کودتای 28 مرداد گره خورده، بنابراین این خودش میتونه یک شروع خوبی باشه برای گفتگو. بله، به این که معتقدم، چون شما به این موضوع قبلا اشاره کردین، که بعد مسائل بر اساس اسناد و مدارک تاریخی باشه، یعنی حرف نباید باشه، و بر اساس مدارک تاریخی میخوام دو تا مثال، یکی از انگلیس یکی از آمریکا، در این مورد برای بینندگان بگم. و اونی که پس از کودتای 28 مرداد سرویس اطلاعاتی انگلیس MI6 یه گزارشی میده بیرون که در آغاز گزارش یک صحبتی میکنه درباره مصدق. فراموش نکنیم که انگلیس به ویژه سرویس اطلاعاتی دشمن شماره یک مصدقه، و درباره مصدق ببینید چی نوشته. میگه که مصدق درستکار و حقیقتاً مصمم بود که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورش را زدخ و فتخ کند، اما گفتار تند و ضد انگلیسیش برای ما قابل قبول نبود و نمی توانستیم او را تحمل کنیم یا بپذیریم. در همون دوران، یک سال پس از دولت مصدق، آیزنهاور در انتخابات در آمریکا موفق میشه و میشه رئیس جمهور آمریکا. آیزنهاور به CIA دستور میده که یک گزارشی تهیه کنن از شخصیت، سیاست و برنامه مصدق. این گزارش سیار هم باز دو خطشو براتون میخونم. میگه که مصدق شخص میهندوست، درستکار و با شهامت میباشد، ولی تنها به دنبال ملی کردن صنایع نفت نیست، بلکه مصدق خواهان استقلال اقتصادی کشور، معتقد به سیاست خارجی غیر متعهد یعنی بیطرف، و برپایی سیستمی مردم سالار و قانونمند برای ایران می باشد. ببینیم، خب به نظر ما ایرانی ها بسیار هم عالیه، ولی داریم در مورد آمریکا صحبت می کنیم. آمریکا دنبال منافع خودشه، همینطور که انگلیس و کشورهای دیگه. داریم در مورد زمانی صحبت می کنیم که جهان دو قطبی، دنیای کمونیست و دنیای غیر کمونیست که با خودشون می گفتن آزاد، غیر متعهد یعنی بی‌طرف بودن، اینجای خود برای مشکل آفرینه. و دومین مسئله اینه که آیزنهاور سیاستش بود You are with us or against us، با مایی یا بر مایی. شما وقتی این دوتا رو میذاری پهلوی هم، یعنی جهان دو قطبی و سیاست آیزنهاور، اینه که مصدق میخواد مستقل باشه و ایران بی‌طرف باشه، اصلا براشون قابل قبول نیست و همینطور که نبود. و آیزنهاور دستور داد به CIA که همکاری کنه با MI6 و مصدق رو سرنگون کنه. ببینین، برای اینکه مسئله خود روشن‌تر و آشکارتر بشه، داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ 1953، یعنی 65 سال پیش. خب دنیا دنیای دو قطبیه، ایران بیش از 600 مایل
با اتحاد جماهیر شوروی مرز داره و ایران سومین بزرگترین تولید کننده نفته. آیزنهاور و آمریکا به هیچ شما نمیپذیرن که ایران بی‌طرف باشه. نمیدونم بینندگان تا چه اندازه در مورد کشورهای بی‌طرف میدونن یا به یادشون هست، در اون زمان غیر از ایران اندونزی و گواتمالا و کمبودیه و چند تا دیگه در حدود 6 تا 7 تا کشور بودن که بی‌طرف بودن و متاسفانه تمامشون بعد از سرنگونی مصدق به مشکل مصدق دچار شدن. این در چارچوب چیزهای تاریخی بود، موارد تاریخی. و اما اسناد، آمریکا اسناد کودتای 28 مرداد و یک سال پیش از ردبندی محرمانه خارج کرد. در این مجموعه 970 برگی پرده ابهام رو از روی این توطئه برنامه ریزی شده برداشت، دسیسه ها و نقش بازیگران پس پرده رو افشا کرد. در میشه گفتش که بهانه و توهم هممیهنانی که توانایی شنیدن واقعیت ها و دیدن حقایق ندارن خونسا کرد. در مورد این 970 برگ اسناد فاش شده دو تا مقاله منتشر کردم. میخوام یه بخش کوتاهی از یکی از این دو تا مقاله رو برای اینکه رابطه با گفتگومون براتون بخونم. بفرمایید. توطئه کودتا برای سرنگونی دولت مصدق و باجگون نمودن ملی شدن صنایع نفت آشکار و شفاف میکند، یعنی نشون میده که چه کسانی شرکت کردن، چه جوری بوده، کی پول گرفته. در ضمنی که برای ما، یعنی ما ایرانیان، گویای داستان دردناک ملتی است که معنی و مفهوم میهندوستی را نمیدانست و با منافع جمعی و ملی ناآشنا بود. این اسناد سه مورد رو کاملا باز میکنه. نخست، واقعه 28 مرداد یک کودتای انگلیسی و آمریکایی بود. حالا ممکنه بعضی بگن خب این ما میدونیم یعنی چی. ببینید، شاه در کتاب مأموریت برای وطنم 28 مرداد رو میگه قیام ملی. خب حالا اون میگیم اون موقع هنوز مسائل رو نشده بود. حالا که همه چی رو شده، رضا پهلوی در کتابش میگه که کودتای 28 مرداد این افسانه است. میگه درسته که آمریکا پشتیبان پدرم بود، ولی کودتا رو اصلا نمیپذیره و میگه افسانه است. خب برای اینه که خیلی مهمه که این اسناد دقیق میگه واقعه 28 مرداد یک کودتای انگلیسی و آمریکایی بود. یعنی خودشون که دارن این کار رو انجام دادن دارن میگن. دوم، توطئه برنامه ریزی کودتا بلافاصله پس از انتخاب مصدق به نخست وزیری و ملی شدن صنعت نفت ایران آغاز گردید. این باز خیلی مهم، چون مصدق 2 سال و 3 ماه و 15 روز حکومت کرد و کودتای 28 مرداد آخرش بود، ولی خود کودتا برنامه ریزیش روزی آغاز شد که مصدق نفت و ملی کرد. سوم، بدون همکاری و شرکت، اینجا نوشته گمراهان خودخواه و جاه طلب، من روش لغت فاسد ایرانی رو هم گذاشتم، بدون همکاری ایرانیا سیایه میگه که این مسئله به نتیجه نمیرسید. و اما در مورد معرفی مصدق، من فکر کنم از دهن دشمن خیلی خوبه. سند شماره 256، واشنگتن، 18 جولای 1952. این درست 14 ماه پس از ملی شدن صنعت نفت و
به حکومت رسیدن مصدقه. OIR Organization of Intelligence Research، این سازمان بازوی پژوهشی اداره CIA و شورای امنیت آمریکاست. یه گزارشی میده به شورای امنیت، به وزارت امور خارجه و یه نسخه‌شو به CIA. وزارت امور خارجه و شورای امنیت از CIA میخوان که اینو تایید میکنین یا نه. این گزارش اینه، میگه که طی این 14 ماه یک انقلاب سیاسی و اجتماعی در ایران روی داده است. مقایسه انقلاب سیاسی اجتماعی جبهه ملی با نیو دیل، اونم من ترجمه کردم پیمان نوین فرانکلین روزولت که آمریکا را از ورشکستگی نجات داد، بی مناسبت نیست. این خیلی جالبه که بزرگترین حرکتی که در آمریکا زمانی که آمریکا با ورشکستگی، بیکاری، قحطی روبرو شده دهه 1930 و روزولت با نیو دیل، پیمان نوین، آمریکا را نجات میده، OIR و CIA تایید میکنن که برنامه مصدق در این 14 ماه مقایسش با اون بی مناسبت نیست. حالا بهش برمیگردیم، درباره نیو دیل هم میتونیم یک کمی صحبت کنیم. گزارش ادامه میده، میگه که هدف جبهه ملی تنها ملی کردن صنایع نفت و کوتاه کردن دست انگلیس از ایران نبوده، بلکه تلاشی در دگرگونی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بوده، از جمله انتخابات آزاد، سیستم مالیاتی قابل اجرا و برقراری عدالت اجتماعی. از این گذشته حزب سوسیالیست ایران به رهبری الله‌یار صالح و اعضایش که خیلی از آنان تحصیل کرده های خارج از کشور و از طبقه متوسط هستند، اهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روشنی دارند. باز دوباره اینجا تکرار میکنه، میگه این برداشت که تنها هدف جبهه ملی صنعتی کردن صنایع نفت و از بین بردن نفوذ انگلیس میباشد نادرست است. مصدق، صالح، فاطمی و مکی، اینا بعضی از یاران مصدق هستند، پیش از این اعلام کرده و همواره در تلاش بودند که اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران را دگرگون و بهسازی کنند. من اشاره کردم به نیو دیل، یعنی دارم راجع به این چیزی که اینا گفتن خواستم یه توضیح بدم، اگه فکر میکنین برای بینندگان لازم باشه یا جالب باشه یه کمی بازش کنم. همین پیمان رو بگین بهتره. حتماً. توی دو سال آخر دهه 20، یعنی 1928 و 1930، بانک‌های آمریکا ورشکست میشن و تعطیل میشن. یعنی اصلا آمریکا با یک شوک عظیم روبرو میشه. نصف از شرکت‌های آمریکا ورشکست میشن، دراشون رو میبندن. اینقدر وضع خراب بوده که میگفتن اگه از بغل یک ساختمون خیلی بلند رد میشی حواست باشه، یعنی که رئیس شرکت ها از طبقات بالا خودشون رو پرت میکنن پایین، اگه بیافتن رو تو هم نابود میشی. همون رکود بزرگ بود سال 1930 و اینا که مردم تو صف وای میسادن برای که یک کاسه سوپ یا یه تیکه نون بگیرن. کاملا آمریکا همه چیش نابود میشه در اون زمان. ده ها میلیون انسان بیکارن، خونه هاشون رو دست میدن، ویلونن. عده زیادی تو خیابونا و زیر پل ها زندگی میکردن. خب این روزولت میاد میگه که ما باید آمریکا رو دگرگون کنیم. نمیگه انقلاب، ولی میخواسته یک انقلاب بکنه در آمریکا. و یه عده‌ای هم که هنوز یه مقداری ثروت داشتن به شدت بهش حمله میکنن که این کمونیست، این سوسیالیست،
اونم بی‌اعتنا راهشو ادامه میده و خوشبختانه یه عده آدمای درست دورش بودن و این نودیل رو به وجود میاره. میگه اول این که کسانی که در سن بازنشستگی هستن، اول برین تمام اینا رو وضعشون رو درست کنن، یعنی باید جای زندگی داشته باشن، حقوق داشته باشن، غذا داشته باشن و بهداشتشون 100% تامین بشه. دوم، تمام کسانی که توانایی کار کردن دارن و میخوان کار کنن، نه تنها باید براشون کار به وجود بیارید، بلکه باید حقوقی بگیرن که زندگیشون رو تامین کنه. و به کسانی که به صلاح سرمایه دار بودن میگه که اگر اینا توانایی داشته باشن که زندگیشون رو تامین کنن، میتونن اجناس شما رو بخرن. کسی که پول داره میتونه بره یخچال بخره، میتونه بره اجاق بخره، ماشین بخره. به هر حال این برنامه نودیل چندین رده داشته و تمام جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها، سدها، مسائل زیربنایی همه در اون زمان آغاز میشه. و یه چیز جالب دیگه هم که پیش میاد اینه که این داستان کار کردن 5 روز در هفته، روزی 8 ساعت، کارگر توانایی این داشته باشه که اتحادیه کارگری داشته باشه، همه مال اون زمان. پس بنابراین این نودیل یک دگرگونی اساسی بود در آمریکا. و جالب اینه که اینا میخوان 14 ماه حکومت مصدق و جبهه ملی رو میگن بی مناسبت نیست که با اون مقایسه کنید. ولی ببینید چقدر جای تأسفه که من به شما قول میدم در حدود شاید 2-3 نفر در هر میلیون اطلاع داشته باشن از این مسئله که الان بهش اشاره شد، که در اون 14 ماه مصدق و گروه جبهه ملی و دولتش در ایران چه کردن. یکی از دوستان من میپرسید که خب چرا مردم نمیدونن؟ گفتم که یه شعری هست فکر کنم مال سعدیه که در مورد این صحبت میکنه که یه نفر ابلیس رو در خواب میبینه، میگه اه تو نه شاخ داری، نه دم، نه آتیش از دهنت میاد، خیلی هم زیبایی، و چرا ما تو رو به صورت یه دونه هیولا میبینیم؟ میگه برای اینکه قلم دست دشمن. حالا بعد از اینکه مصدق رو سرنگون کردن و خودش و یارانش رو بردن زندان، قلم دست دشمن بود. سپاسگزارم. خیلی ممنون. من هم Great Depression رو نشون دادم، چون ما تو آمریکا، خود من از زمانی که اومدم اینجا توی این 34 سال تا حالا 2 بار ریسیشن رو دیدم، ولی هر وقت تعریف میکنن میگن ریسیشن رکود اقتصادیه، ولی دیپریشن حالا کلمش رو الان یادم نیست، ولی اون یکی دیگه Great Depression بوده. وقتی شما صحبت میکردید من این عکس رو پیدا کردم نشون میدم. دوستان توجه کنید به تابلو که نوشته قهوه و دونات، یه تیکه نون گرده که معمولا کلیمی ها درست میکنن، خیلی هم رایج شده. میگه که اینو مجانی میدن. ببینید آدم ها با کلاه و شلوار و پالتو و یعنی آدم های درست حسابی وایستادن توی صف. اون روی شیشه هم نوشته که سوپم زور مجانی میدن و مردم صف میکشیدن. این رکود اقتصادی که همین جوری که آقای لادن گفتن، این برنامه بانک ها و اینها، حتی سوشال سکیوریتی و اینها از اونجا به اصطلاح شروع شد. و دوستمون نوشته که آقای اکبری نوشته، از آلمان ایشون تماس میگیرن، نوشته خیلی جالب بود، فیلمی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که میگفت نفت را آیت الله کاشانی ملی کرد و در یادداشتی به دست مصدق داد تا در مجلس بخواند. یه دوست دیگه ای هم از ایران نوشته که آقای سربی، آیا عجیب نیست که شعبان بیمخ در 28 مرداد فوت کرد؟ خب من و شما میگیم عجیبه، تقاص پس داد. بعضی ها میگن که ببینید این اون روز قیام ملی رو راه انداخت، رهبر قیام ملی بود، در همون روز هم مرد. یعنی بستگی داره شما از کدوم طرف بهش نگاه میکنید. ولی برگردیم به این ماجرایی که میگن آیت الله کاشانی نفت رو ملی کرده. حالا خیلی ماجرای جالبیه.
نفتی که قرار بود ملی بشه هنوز هم که هنوز ملی نیست، هنوز هم که هنوز مخارج به اصطلاح درآمدش صرف مردم نمیشه و بستگی داره کی در صدر حکومت و قدرت باشه، اون هر جوری دلش بخواد خرج میکنه. ولی یه ضرب المثلی هست میگن پیروزی 100 تا پدر داره ولی شکست یتیم هست. این حالا همه دارن پدر به اصطلاح نفت ملی میشن. من تا حالا اینو دیگه نشنیده بودم که آیت الله کاشانی به اصطلاح این نفت رو ملی کرده باشه. نظر شما در این مورد چی هست؟ اتفاقا اسناد CIA تصویری که از کاشانی میده میگه یک آدم پول پرست، خودخواه، جاه طلب و قابل اطمینان نیست. اگر ما بخوایم روی اون حساب کنیم باید 100% اشخاص دیگری هم داشته باشیم، برای که این هر موقع امکان داره که لیز بخوره از دست ما بیاد بیرون، به هیچ شما قابل اطمینان نیست و دوست داره که در همه چی مطرح باشه. و حتی CIA به سفیر آمریکا در ایران میگه وقتی شما میری پیش کاشانی هی ازش تعریف کن، بگو شما فقط رهبر شیعیان ایران نیستی، شما رهبر شیعیان جهانی، و اون دیگه با شما دوست میشه و اون این کاری میکنه و میگه که واقعا دیگه من از تو دست من قشنگ دون میخور. نه یه آدم بی شخصیت پول پرستی بوده، نقشی هم در اون نداشته، فقط نقش در کودتا داشته. بسیار ممنونم. پس نشون میده بعضی وقتا حتی برای مزدور بودن و وطن فروش بودن هم یه درجه ای از اعتماد و اعتبار باید باشه که اونها بهش داشته باشن. ولی در رابطه به این که شما گفتید هم انگلیس گفته که آقای مصدق یعنی در جهت خوبیش تعریف کرده، هم CIA، حالا بعضی از دوستان که احیانا مخالف هستن میگن خب ببین ما گفتیم که این آمریکایی بوده، ما گفتیم که این انگلیسی بوده، اونو چجوری آدم باید به اینا بگی که بابا دیگه این انقدر خوب بوده که حتی دشمنانش هم تا امروز نتونستن یه کلمه بدی دربارش بگن. البته اشتباه زیاد کرده، من خودم اشتباهاتشو خوندم میدونم، ولی اینم مثل آقای خمینیه که هر بدی شما تا حالا بخوای دروغگو بودن همه اینا رو میشه بهش چسبون، ولی نمیشه بگی که مثلا عاشق پول بوده یا دنبال پول رفت یا تو فلان بانک پول جمع کرد و اینا. نظرتون در این مورد که حالا اونایی که طرفدار پادشاهی هستن و اون روز رو فکر میکنن قیام ملی بوده میگن که بله ببینید که انگلستان از مصدق تعریف میکنه، ببینید که CIA از مصدق تعریف میکنه، نظرتون در این مورد چی؟ ببینید دو تا قسمت داره پاسخ من. نخست این که اگر پس از 65 سال که از اون تاریخ گذشته، پس از این که میخوام بگم حداقل 60-70 تا کتاب از بازیکنان، بازیگران و کسانی که در داستان بودن، خارجی و ایرانی، هم آمریکایی، انگلیسی، اروپایی و ایرانی که خودشون در ماجرا بودن، کتابا رو نوشتن، اقرارنامه ها رو نوشتن، هنوز اون کسانی که سینه میزنن در این مورد، به نظر من بحثی باهاشون کردن بیمورد. برای اینکه اگه واقعا راست میگم برن یه خود مطالعه کنن ببینن که اون چرندیاتی که تو ذهنشونه همونه، فقط چرندیات. ولی اجازه بدین که گفتم دو بخش دو. طبق این اسناد پاش شده یکی دو چیز رو با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم که چی میگن. یکی این که شما میگین که این که آیا مصدق انگلیسی بوده یا آمریکایی، نفوذ و قدرت انگلیس در ایران از پیش از، یعنی از فرض کنیم زمان احمدشاه و بعد کودتای 1299، دوران رضاخان و رضاشاه و محمد رضاشاه تا انقلاب، نفوذ و قدرت انگلیس یک واژه انگلیسی رو مجسم میکنه برای من که بهش میگن کینگ میکر، یعنی توانایی اینو داشته باشن که یه آدم معمولی رو برسونن به اوج، برسونن به رهبری، به پادشاهی،
به رئیس جمهوری، به این میگن کینگ میکر. خب این علتی میگم نفوذ و قدرت انگلیس رو به نمایش میذاره، برای اینه که شما نگاه کنین که در ایران اینا طی اون دوران چه کردن. من چند تا مثال رو میخوام بزنم و هر کدومش خواستین دربارش گفتگو میکنیم. کودتای 1299 که ما تو ایران چون تحریف تاریخ بود به ما میگفتن که سید ضیاء و رضا خان کودتا کردن، نه، انگلیس کودتا کرد، بعد سید ضیاء که هیچ کاره هیچ آدمی نبود و رضا خان که یه دونه قزاق بی سواد بود، آوردن این دوتا رو، یکی رو کردن نخست وزیر، یکی رو کردن فرمانده خشون، و آروم 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 رضا خان شد سردار سپه، شد نخست وزیر و شد پادشاه. و زمانی هم که دیگه نیاز داشتن که قرارداد نفت رو دوباره اضافه کنن بهش، 30 سال گذشته بود، می‌خواستن 30 سال رو تمدید کنن، به رضا شاه گفتن که اینو برو اینجوری تمدید کن، و اون رفت تمدید کرد، اسمش گذاشتن لایحه الحاقی 1933. 10 سال بعدش که دیگه رضا شاه رو نمیخواستن، میگفتن دیگه این مصرف مفیدش تموم شده، انداختنش بیرون، از ایران اخراجش کردن. خب دارم قدرت و نفوذ انگلیس رو نشون میدم. حالا میرسیم به نقش مصدق هم در این مسئله، و دیدیم که وقتی که محمد رضا ولیعهد بود و انگلیس نمیخواست سلسله پهلوی ادامه پیدا کنه، میخواست قاجار رو برگردونه، و اینا به دست پا افتادن و بالاخره قرار شد که یه دونه قرارداد 3 ماده‌ای رو امضا کنه و تعهد بده که هرچی انگلیس میگه اجرا کنه تا بشه پادشاه، و اون این کاری کرد و اونم سنداش همه هست. بعد از اون 10 سال بعد که مصدق و جبهه ملی نفت و ملی کردن، آمریکا رو هم آورد تو کار که آره تو هم میتونی با ما شریک بشی 50-50، و جبهه ملی و مصدق و سرنگون کردن و نفت و باز دادن دست اینها. اینا گام به گام قدرت و نفوذ انگلیس رو نشون میده، ولی از دید من طرف دیگه این سکه ما هستیم، یعنی مردم ایران هستن. برفرض ما مردمی سودپرست که منافع شخصیمون به منافع جمعی و ملی همیشه ارجح بوده، و در این مورد مصدق میگه که، و در این مورد که اینا هر کی رو میخوان بیارن هر کی رو میخوان میبرن، میگه در یک مملکت مستقل دولت بیگانه نمیتواند شاه را تبعید کند. داره در مورد رضا شاه میگه. من فکر کنم یک بار هم یه داستانی در این مورد براتون گفتم که اشرف پهلوی دشمن مصدق بود، ولی میگه که من شنیدم مصدق راجب پدرم یک چیزی گفته که من باهاش موافقم. میگه موقعی که میگه مصدق گفته من اگه به جای رضا شاه بودم، موقعی که انگلیس میخواست من رو بیرون کنه، میرفتم تو میدون توپخونه میگفتم ای مردم، انگلیس میخواد منو بیرون کنه، من نمیخوام به دستور انگلیس برم، شماها به من دستور بدین از ایران برم یا بگین بمون. و اشرف میگه ای کاش این کار کرده بود و من با مصدق موافق هستم. آقای علی شایگان که یک روزنامه نگار و حقوقدان و از رهبران جنبش ملی شدن نفت بود، میخوام دو خط یک نوشتهشو براتون بخونم. میگه که انگلیس ها کارها رو طوری ترتیب دادن که وصول به مقامات کشوری، لشکری و مذهبی فقط از طریق سفارت انگلیس و عمال اینتلیجنس سرویس میسر باشد، و سفارت هم تنها کسانی را به این مقامات راه دهد که مطیع و پیرو دستورات او باشد. یعنی در حقیقت هم کنترل تمام اهرم‌های کشور و هم افسار مردم در دست انگلیس. سپاسگزارم. ممنونم. در واقع که شما میگید که خانم اشرف
گفته که یه چیزی رو از مصدق به اصطلاح یاد گرفته و باید پدرش انجام میداده که برفته میون مردم. جالبه که آقای احمدعلی مسعود انصاری هم تعریف میکنه که اون اواخر دوره شاه، آقای اون مال اردن کینگ حسین به اصطلاح میاد و به شاه میگه که بهش هم میگفته برادر، همیشه بهش میگفته که بیا بریم توی بازار، بیا بریم بین مردم و با مردم صحبت کنین. و اون بار هم به اصطلاح شاه نرفته، مثل اینکه واقعا این ژن ترسیدن از مردم در وجودشون بوده. آقای لادن، یکی از دوستان چند مدت پیش همین به مناسبت 136مین سالگرد تولد دکتر مصدق از من سوال کرد که آقای سوربی، چرا انگلستان وقتی که این همه آدمای باسواد ما داشتیم در همون دوره‌ای که رضا شاه رو انتخاب کردن، چرا به اصطلاح رضا قلدر، رضا خان، یک کسی رو خیلی معروف دیگه میگن، یک کسی رو از تو طویله آورده، این آیا توهین به ایرانی ها بوده یا این هدفشون این بوده که هر وقت بخوان به اصطلاح بتونن این مهره و موم تو دستشون باشه؟ نظر شما درباره این انتخاب انگلیس چی بوده که چرا رضا شاه رو که سواد نداشته حتی برای خوندن و نوشتن، اون رو بیارن و حاکم ایران اون موقع حالا 10 میلیون 15 میلیون بالاخره جمعیت داشته، این آیا به عنوان توهین بوده؟ پرسش جالبی. نه، من برداشتم اینه که ببینین، اگه خاطرتون باشه انگلیس میخواست اون قرارداد 1919 که بهش میگفتن تحت الحمایه کردن ایران، میخواست اون قرارداد پیاده کنه و اگه یادتون باشه 6 ماه هم با وثوق الدوله پنهانی مذاکره کرده بود و آخر سر هم بهش رشوه داده بود که وثوق الدوله اینو امضا کرده بود، ولی چون که متن قرارداد و جرایت فاش میکنن، مورد انزجار مردم قرار میگیره و مجلس نمیپذیره، اینا به قول اینا گیباک نمیکنن، اینا تسلیم نمیشن که نه نشد، میگن ما باید بریم این قرارداد یه جور دیگه پیاده کنیم. برای یک جور دیگر پیاده کردن قرارداده که میان در ایران کودتا میکنن. و حالا این پاسخ میاد به اونجایی که شما میپرسید، علت این که رضا خان رو انتخاب کردن یه مقداریش تصادفی بود، یه مقداریش عمدی. جنرال آیرونساید که فرمانده قشون نیروهای انگلیس در ایران بوده، بهش میگن که در حدود 2000 تا 3000 تا قزاق که شکست خوردن در رشت و گیلان، اینا عقب نشینی کردن توی قزوین و بیرون قزوین یه جا اردو زدن و اونجا هستن. این با یک عده نیرو و با یه نفر به نام سرگرد احمد خان که به اصطلاح مترجمش بوده و باون خود جنرال هم یه سرهنگی بوده به نام سمایس، اینا میرن اون تو. قبل از اینکه وارد اردو بشه دستور میده که دور تا دور اردو رو مسلسل‌های سنگین بذارن، میگه هر کسی یه دیدین از اردو میخواد بیاد بیرون ببندنش مسلسل. بعد میره تو و یکی از افسرها رو پیدا میکنه، میگه برو تمام افسرها رو جمع کن میخوام باشون صحبت کنم. در اون دیدار که حالا نمیدونم داستانش رو میخواین ادامه بدم یا؟ بله بله بگی. افسرهای قضا همه جمع میشن، این داستان به این صورت نوشته شده به وسیله دو سه نفری که اونجا بودن، از جمله خود آیرون ساید و سمایس و احمد خان، که میگه که ایشون صحبت میکنه، جنرال آیرون ساید و احمد خان هم ترجمه میکنه که من فرمانده نیروهای انگلیس هستم که میخوایم شماها رو، ازتون میخوایم که تمام اسلحاتون رو بذارین زمین و ما برای شما وسایل درست میکنیم، ترینینگ درست میکنیم. شروع میکنه این صحبت رو کردم، بعد میگه همه ساکت، میگه وسط اینا یک آدم سیویل های خیلی بزرگ قد بلند که یه دونه چماق دستش بود، میگو اومد وسط و گفت
این آقا کیه؟ و احمد خان میگه ایشون فرمانده فلان اینا، میگه بهش بگو که این حرفایی که میزنه هیچ کدومش اینجا برای ما قابل اجرا نیست، ما تحت فرمان اعلیحضرت پادشاه ایران هستیم و ایشون اگه حرفی داره باید بره به دولت بگه، دولت به ما دستور بده و ما اجرا بکنیم. بعدم شما باشه محکم میذاره رو زمین، دیگه در زم اسلحه منو فقط بعد در رو جسد من رد بشی تا بگیری. بعد بلا فاصله جنرال آیرون ساید شروع میکنه فارسی حرف زدن، میگه نه 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 نه، میگه سرورد احمد خان درست ترجمه نکرده، منظور من این نبوده، و مسئله رو درست میکنه و میگه نه من اومدم که میخوام بهتون بگم، من میخوام حقوقای عقب افتادتون رو بدم، میخوام لباسی یونیفرم براتون درست کنم، بهتون اسلحه های جدید بدم، از این حرف. و بعد ایشون رو دعوت میکنه، چرای سر بعدش رضا خان رو دعوت میکنه توی یک هتلی در قزوین و با همدیگه دو سه ساعت گفتگو دارن. این آغاز دوستیشونه و خود آیرون ساید در دفتر خاطراتش چندین صفحه در این مورد نوشته. پس بنابراین یه قسمتش اتفاق، یه قسمتش عمدی. و حالا چرا یه آدم بی سواد قلدر؟ برای اینکه لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیس به آیرون ساید دستور داده بود که ما نمیخوایم با یک دولت و مجلس گفتگو بکنیم و بیایم قرارداد ببندیم. اینا خیلی طولانیه و تعداد زیاده، ایده ها متفاوته، ما میخوایم یه نفر باشه که با مشت و با زور همه کارا رو بکنه، ما ازش حمایت کنیم که طرف ما یه نفر باشه. علت انتخابی قل شما به بی سواد این. بسیار ممنون. یه سوال دیگه هست در رابطه با اینکه چرا انگلستان رضا شاه رو که خودش گذاشته بود به اصطلاح تبعید کرد. برمیگردیم به همون صحبت شما که گفتید که ایران قرار بود بی‌طرف باشه ولی حقیقتاً بی‌طرف نموند و به طرف آلمان رفت، حتی اسم عوض شدن پرژیا به ایران، حتی اون خط آهن به اصطلاح راه آهن به جای اینکه از شرق به غرب باشه از جنوب به شمال هست و اینها، میگن این تسهیلاتی رو که رضا شاه برای آلمانیا فراهم کرده بود باعث شد که انگلستان و آمریکا به اصطلاح تصمیم بگیرن که تبعید بشه. نظر شما چیه در این مورد؟ من یک جور دیگه اینو دیدم، یعنی در مدارک خودم که غیر از مطالعات چیزی نمیدونم. در کتاب ها و در اسناد این هستش که رضا خان غیر از اون تمایلات آلمان و به هیتلر و به نازی، مسئله اینجا بود که انگلیس نیاز داشت که نفت در بس در اختیارش باشه، راهن و جاده ها در بس در اختیارشون باشه، برای اینکه راه کمک به روسیه از توی دریا آلمان ها بسته بودن و تعداد زیادی از کشتی ها و نفتکش ها رو متلاشی کرده بودن. تنها راهش این بود و این پروژه رو میگن یکی از کسانی که در به وجود آوردن این پروژه سهم داره چرچیل بوده که میگه بهترین راه اینه که از ایران این انجام بشه. و بودن رضا خان که مرتب غر میزده راجع به مبلغ نفت، میگن انجام پذیر نیست. یعنی خیلی واضح نیاز به این داشتن که تمام سوخت آبادان رو ببرن برای ارتش، یعنی بی حساب و کتاب و پولی در موردش ندن، حتی بتونن پولم بگیرن. همینطوری که اومدن تو ایران پول چاپ کردن و تمام مخارج سربازای متفقین با پول ما میدادن که پول ما ارزشش شد هیچ، همون مثل بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان که باید یه گونی پول میبردی که یه دونه نون بخری.
حتی یه قحطی هم راه انداختن که گویا خوراکای مردم رو میدادن به سربازا و اینها. نه تنها میدادن به سربازا، میفرستادن به روسیه برای تو جبهه. خب ببین، اینجا برای اینکه بتونن مقاصد خودشون رو پیش ببرن، کلید اخراج رضا شاه اون بوده. ولی خب اون رو که نمیتونستن به مردم بگن، چیزی که میتونستن بگن، میتونستن بگن که آره این داره با دشمن همکاری میکنه و میندازنش بیرون. بسیار ممنونم دوستان عزیز. اگر در رابطه با صحبتهایی که آقای لادن کردن صحبتی، سوالی، نظری یا پرسشی هست، حتما یا با خود ایشون، آدرس رو نوشتم اینجا اندیشکده.net، یا با فیسبوکشون. البته فیسبوک شما چون اسمتون رو کامل ننوشتید یکم ممکنه اشکال پیدا کنن، ولی همون لادن رو که بنویسید شما از عکسایی که میاد میتونید مشخص کنید که کدوم یک کدوم صفحه متعلق به ایشونه. من بازم از شما ممنونم، خیلی خوشحالم که حالتون خوب شده، امیدوارم بهتر از این باشین و بتونید بیشتر با ما باشید تا ما ازتون یاد بگیریم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه به امید روزهای بهتر باشید. بحث وقت هست، میخواستم یک چیز کوتاهی در مورد این خدمت شما و بینندگان بگم که این نوتم رو پیدا کنم. راجب مصدق سه تا مسئله کوچیک نوشتم که براتون بگم. یکی این که باور مصدق این بود که پیش از انقلاب مشروطه ایرانیان عدالت خواه و آزادی طلب بیش از نیم قرن برای مشروطه کردن قدرت شاه، که یعنی قدرتش بی نهایت نباشه، مبارزه کردن، هزینه دادن، زندان و تبعید شدن و عده‌ای در این راه هستی و جانشان را نثار کردن که انقلاب مشروطه به ثمر رسید. مصدق میگه مشروطیت و قانون اساسی کلید برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی. هر مطالعه‌ای که در مورد مصدق بکنیم میبینیم که مرتب روی قانون اساسی پافشاری میکنه و بر همینم با محمد رضا شاه اختلاف داشت، در اینکه میگه باید شاه سلطنت بکنه نه حکومت. دوم هدف مصدق میگه، هدف این توی چیزش نمیشه، خاطراتش میگه هدف دولت به ملت ایران از ملی کردن صنعت نفت این بود که به آزادی و استقلال برسد و مقدرات مملکت را خود در دست بگیرد. هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود. گفتم اینم برای خاتمه چیز بدی نیست. بسیار ممنونم از شما. البته شما یه جا گفتید که مردم همیشه به فکر خودشون بودن و به فکر پول و مال و ثروت بودن، با این گفته یه کمی به اصطلاح ضد و نقیض میشه. نه، این گفته مصدقه. بله بله، میگه باید این کارو بکنیم. آها، میگه باید اینجوری بشه، هدف دولت این بوده. بله، بسیار ممنونم. آقای لادن، شما از فوتبال ایرانی خوشتون میاد، دنبال میکنید یا نه؟ خیلی دوست دارم ولی متاسفانه وقت دنبال کردن ندارم. خب بهتون تبریک میگم، امروز برنده شدن. امروز برنده شدن، حتما برید مسابقه شو نگاه کنید و پیگیر باشید. خود منم به اصطلاح پیگیری نمیکنم، نمیشینم دو ساعت تماشا کنم، ولی بعد خبرش رو که به اصطلاح دوستان برام میفرسن توی برنامه ها میگن. منم به تیم ملی و به مردم ایران تبریک میگم و امیدوارم این به اصطلاح پیروزی ها ادامه پیدا کنه. خیلی ممنون از شما که با ما بودید، با امید اینکه بتونیم هر هفته شما رو داشته باشیم. سپاسگزارم. ممنونم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و من بهتون گفتم که چهارشنبه با آقای انصاری خواهیم بود تا اولین برنامه‌ای که قرار است 3 تا برنامه داشته باشن موضوعش این هست. من الان صفحه رو بهشون نشون میدم. آقای انصاری وقتی که میخواد یه برنامه رو درست کنه، خب از قبل میشینه
تهیه میکنه، چون تهیه کننده برنامه خودش هست. واقعا یادم سالها پیش وقتی میومد مثلا کاغذ با خودش می آورد یا کتابش رو می آورد، طرف می گفت آقا اگه این کتاب رو خودت نوشتی چرا دیگه با خودت میاری؟ گفتم بابا تو دانشگاه طرف استاد یه تزی رو نوشته ولی کتابه رو خودش میاره، از روی صفحه این میخونه که بفهمه اولا چپتر به چپتر، فصل به فصل جلو بره تا این کتاب دستمه. پتیک گفته که صفحه 129 خط 20 نوشتن که در تاریخ 2500 ساله به اصطلاح استقلال ایران میبینیم فقط 700-800 سال آن سلسله های خالص ایرانی. پتیک پیشنهاد میکنه با آقای لادن که اینو تبدیل کنید فقط به 80 سال. این یک در صورت از روی کتاب خوندن اتفاقا کار درستیه. خود من وقتی میخوام برنامه اجرا کنم بارها حتی با اونایی که میخوان 5 دقیقه 10 دقیقه برنامه داشته باشن گفتم چند تا یا هدلاین میگن یا سرتیتر بنویسین یا سرخط، توی به فارسی میشه سرخط، سرخط بنویسین که مثلا درباره خوراک امشب، درباره اتوبوس فردا، درباره باران و سرما، اینا رو مینویسید. بعد شما اینا میگن الابوریت، یعنی توسعهش میدین، بستش میدین، بازش میکنید، صحبت میکنید. این آقای انصاری مقاله ای رو که نوشته و تهیه کرده به این صورت، اجازه بدید من بهتون نشون بدم، چون رفتم که شیر کنم روی وبسایت خودم، متاسفانه یک میدونید اینا تنظیمای مختلفی داره توی فیسبوک و وبسایت های مختلف، با وبسایت ایشون و فیسبوک ایشون این کار انجام نشد و من نتونستم که اون صفحه رو یا اون نوشته رو شیر کنم. حالا به شما نشون میدم، اولا همونجوری که اسم خودشون هست احمد علی مسعود، دوتا اسم درسته، احمد علی مسعود انصاری، بعد این بالا هم همینه دیگه، یا اینجا مینویسید یا اینجا، عکسی هم که میاد عکس خودشون و خواهرشون و همسرشون و دخترشون و پسرشون هستن و برادرشون، و اینجا نوشتن که یکی هست و هیچ نیست جزو. اینجا وقتی میایم پایین موضوع برنامه‌ای که میخوان چهارشنبه برای من و شما صحبت کنن، پیدا و پنهان شهریار آهی و طرح تجزیه ایرانه. اتفاقا آقای نوریزاده، دکتر علیرضا نوریزاده دیدم با آب و تاب صحبت میکنه که حالا ما اومدیم رفتیم نشستیم و اینجا اینها اومدن گفتن ما میخوام تجزیه کنیم، اینجور نیست اونجور نیست. آقای نوریزاده دیگه بابا یه چپیه عربی هم ببنده، یه کم هم ریش بذار و برو خب راحت چیز کن دیگه، حقوق هم که از عربستان میگیری دیگه، هی نقش بازی نکن. در صورت اینشون نوشتی که آقای احمد علی مسعود انصاری به نام خدا و با توکل به خدا، زلال پاک با اخلاص باشیم، برای مخلوق جز خالق اون نیست، خداوند پناه این. ببینید آقای انصاری اینه که دوستان میگن، ببین از بالا خط اول تیتره، خط دوم اسم شماست، خط سوم راجع به خدا و بخشندگی، خط چهارم با خدا توکل، خط پنجم زلال و پاک و با اخلاص، خط ششم برای مخلوق جز خالق، خط هفتم خداوند را پناه به تو میبریم، و بالاخره خط هشتم برمیگردیم به همون تیتر. یک کمی اینا رو کوتاه‌تر کنید برای اونهایی که به اصطلاح دنبال اینن که حقایق رو بخونن آسان‌تر و راحت‌تر میشه. کلام حق باز دوباره شمول کردین با خداوند در سوره این، خداوند در سوره این، خداوند در سوره اون، و بالاخره انقدر خدا خدا میکنید که آدم حقیقتا به شیطان پناه میبره و میگه بریم شاد اونجا سوز و چی میگن سور و ساز بهتری باشه. اجازه بدیم برگردم اینجا. ممنونم از تمام دوستانی که با ما بودید. امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد، فکر کنم برنامه 183مین، اجازه بدیم ببینم کیه، من اینو نگاه کنم و ببینم که آها اون ویدیوی مصاحبه‌ای هم که با جانان ایرانبومی انجام دادم روی یوتیوب میذاریم و روی برنامه‌ها پخش میکنیم. ضمناً آقای سهراب چمنارا یک ویدیویی رو درست کردن که من
این رو هم براتون پخش میکنم. یه جوابی هست به خیلی جالبه، من امروز با وجودی که داشتم رانندگی میکردم ویدیوی ایشون رو گذاشته بودم روی یوتیوب و داشتم گوش میدادم، برای من خیلی جالبه که این دوستان به جای اینکه هی به هم بپیوندن و بر علیه آخوند و حکومت دیکتاتوری چیز کنن، هی یکی یکی با هم دعوا میکنن. و آقای سهراب چمنارا خیلی قشنگ به این آقای زرتشت، سیاوش زرتشت، گفته که آقا شما منو بردی در حد جیمی کارتر رو نمیدونم کی اون جسکاردستان و اینها، من یه آدم معمولی هم دارم کار خودم انجام میدم و اگر چیزی میگم نظر منه، شما بیا نظر خودتو بگو. اون ویدیو رو هم براتون تهیه میکنم، فیلم رو پخش میکنم و اگر جوابیه یا نامه ای هم که آقای بله حسابی این آلرژی زده ما رو نابکار کرده. میگن که فعلا هم رقبای ایران یعنی اسپانیا و پرتغال 3-3 مساوی هستن. نه دیگه اکبری جان، دیگه اینجا رو نکن زمین فوتبال، بذار بعد از برنامه اونجا میتونید بگید بخندید اینا، یا اصلا شما یه صفحه باز کن داخل اون، به اصطلاح مثل موقعی که میریم فوتبال نگاه میکنیم همین حالت رو داشته باشید، فوتبال رو نگاه کنید بعد یکی یکی هم صحبت کنید، یاد بگیریم. این آقای نوبختیان، اکبر نوبختیان، خیلی حرف قشنگی میزد. هر وقت ما معلم نداشتیم میدونی این ناظم و مدیر حقیقتا مثل لاستیک زاپاس بودن، اینجا بهشون میگن سابستیتوت یعنی جایگزین، معلم سابستیتوت یا خلاصه زاپاس میمد اونجا و صحبت میکرد. بعد مثلا ما حالا ساعت حساب فنی بود یا شیمی بود، بعد میگه خب حالا اشکالتون اگه چیزی هست بگید تا من صحبت کنم. ساعت شیمی بود، طرف میگه آقا ورزش توپ کم داریم، میگه که بابا جون ساعت ورزش اگه معلمتون نیمد اومدم اونجا بگید راجبه اون، من الان دارم راجب شیمی صحبت میکنم، ما داریم راجب مصدق و راجب برنامه سربی با مردم صحبت میکنیم، همه شد تیم ملی فوتبال ایران. این همون اشکال ما هست که نمیدونیم و نمیتونیم رعایت کنیم که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. برای که منم به شما بگم منم نمیتونم رعایت کنم، منم برنده شدن تیم فوتبال رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم تا آخر پیش بره. چند بار ایران تا حالا تو جام جهانی اول شده و بازم اول بشه، ولی دیدیم واقعا وقتی مثلا عکس تیم ملی، حالا اکبری میگه نگاه کن این داشت به من نصیحت میکرد، خودش به اصطلاح توپ و برداشته داره شوت میکنه، عکس هاشونی که نشون میدین با یه کت و شلوار ساده که پوشیدن، ماشاءالله همه به اصطلاح برومند و جوان و خوشتیپ مثل مدل ها هستن. امیدواریم سالم باشن، پیروز باشن، امیدواریم این آخونده هم فهم و شعور بیاد تو مغزشون، همون جوری که مصدق گفته بود اگر من جای رضا شاه بودم به جایی که سوار بشم و فکر این باشم که حالا چه چیزی رو با خودم ببرم که ارزش داشته باشه، میرفتم به مردم میگفتم آی مردم این پدر سوختایی رو که من آوردن سر کار حالا میخوان منو بکنن بیرون، من نمیرم، من عاشق شما هستم. اون وقت میدیدید که مردم میومدن نمیذاشتن این بره بیرون. همون جوری که این شاه حسین، کینگ حسین یا همون شاه حسین مال اردن، به شاه گفت برادر بیا بریم تو بازار، امیدوارم این آخوندا هم بفهمن قبل از این که مردم به گفته خمینی اینها رو با چنگ و دندان تیکه تیکه کنن، یعنی شما نمیتونید مثل شاه اونجوری قشنگ بمیرید، برید نمیدونم توی مصر و بیاین آمریکا و برید مراکش و برید پاناما و فلان، اینا نمیتونید. الان یه جوری شده که مردم انقدر از دست شما ناراحت هستن که میان تیک تیکتون میکنن. امیدواریم عقل به کلهاتون بیاد، برید قشنگ قم یه دیواری بکشید اونجا، هر کاری میخواییم بکنید مثل این واتیکان هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، گاه وقتی هم دود سیاه و سفید بفرستین بالا، اونایی که نمیدونن دود سیاه و سفید چیه مال واتیکان برید بخونید یاد بگیرید و اینجوری ادامه پیدا نمیکنه. 40 سال هم گذشته میدونید هر 25 سالی یه نسل حساب میشه، شما بیش از یک نسل حکومت کردین و هیچ کدوم از قولایی که به مردم دادید عملی نشده. خب دوستان عزیز 3:57 دقیقه است،
من از یکایک که شما خداحافظی میکنم، برنامه که بهتون نشون میدم یه ویدیو از آقای سهراب چمنارا هست، یه ویدیو مصاحبه من با خانم ایران بومی، جانان ایران بومی هست، و آقای حسن ارشاد. داشتم دنبال این میگشتم که ببینم برنامه شماره چند هست. اجازه بدید که بله، ادعای تحری حقیقت هنگام بلوغ در بهاییت سخنی خلاف واقعیت است. میدونید که بهایی‌ها به ما میگن که ما مثل شما مسلمونا میراث و ارث نمیگیریم، از پدرمون از مادرمون به ارث نمیبریم دینمون چیه، ما خودمون وقتی بزرگ شدیم میریم تحقیق میکنیم میاییم، ولی اون تحقیقشون هم قبلا انقدر شستشوی مغزی به بچه‌ها دادن توی این کلاس‌های اخلاق و توی این محفل و اینها که خود به خود طرف بهایی میشه. شما به من نشون بدید چه کسایی رفتن تحقیق کردن و بهایی نشدن. آقای حسن ارشاد در این مورد صحبت میکنه. ضمناً اگه بتونم یه مصاحبه هم میخوام با آقای دکتر بیژن یگانه داشته باشم، چون ایشون در تماسی که با من گرفت گفت شما یه جا گفتید که بهایی‌ها موذی و دزد هستن. گفتم والله هر چی ما گفتیم گفتیم خوش حسابن، ولی بله اون آخری که اون آقای عطا معینی به من تماس گرفت که آقا فیلم ها رو بفرستید ما کنترل کنیم، گفتم اینا از آخونده بدترن، اینا هنوز به قدرت نرسیده میخوان دیگران رو زیر فشار و زیر دیکتاتورشیپی خودشون ببرن. در هر صورت دوستان بهایی هم میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن، صحبت کنن، مجاهدین هم میتونن، غیر مجاهد هم میتونن، تلویزیون مردمه، آینه شماست. از اون دوستی که برنامه من رو چندین بار نگاه میکنه و تا دو شب میشینه زنگ میزنه، دوست عزیز من تا میبینم شما چیزی نمیگی یا نمیتونی حرف بزنی من قطع میکنم، شمارتم بلاک میکنم. حالا اگه دستگاهی داری یه شماره دیگه زنگ میزنی، اینها با شماره‌ای که زنگ میزنی حرفت رو بزن. اگه مشکلی با آقای انصاری داری، اگه مشکلی با من داری، بیا بگو تا مردم صدای شما رو بشنون، بعد بگن چقدر درست میگه این آقا. و این سربی 20 ساله داره الکی مزخرف میگه، انصاری هم 20 ساله داره دروغ میگه. این چه کاریه که دو بعد میشه؟ اولا نشون میدی آدم بدبخت و تنهایی هستی. حالا یا خودت این تنهایی رو به سر خودت آوردی که هیچ کس باهات زندگی نمیکنه. در هر صورت هرچی آدم بدبختی هستی، آدم مفلوکی هستی. از این مفلوکی بیا بیرون، خودت باش، بگو آقا من اینم، عقیدم اینه. سربی تو اشتباه میکنی، اردشیر زاهدی جاکش شاه نبوده، تو اشتباه میکنی، شاه آدم خوبی بوده، نیومده با دختری که نصف عمر خودش سنش ازدواج کنه. شاه نیومده سن ثریا را از 16 سالگی بکنه 18 سال که در به اصطلاح دنیا یه وجهه درستی داشته باشه. کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز ممنون و متشکرم، و از اینکه چند دقیقه برنامه آقای حسن ارشاد دیر به اصطلاح اجرا میشه یا نشون داده میشه، ازشون عذر میخوام. عید فطر رو به اونایی که عیدی فطری هستن تبریک میگم. روز روزگار بر شما خوش. دوشنبه با شما هستیم ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن با کانون آوا شروع میکنیم، دو بعد از ظهر با سربی ادامه میدیم، و امروز شنبه است، جمعه است دیگه. اوکی بله، آخر هفته خوبی داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.